بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان عداهم من الان الى قیام یوم الدین. با عرض سلام و ادب خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که در پناه حق و زیر سایه الطاف آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا شب و روز رو به خوبی سپری کرده باشید. امروز پیغامی از دوست عزیزی، از استاد گرانقدری به دست من رسید که تأکید بسیار کرده بودند بر توسل به آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا در این شرایط، شرایطی که به هر حال دنیا با اون دست به گریبان هست، یکی از اونها همین قضیه کرونا هست. غیر از اون بحث اقتصادی، بحث سیاسی، بحث سردرگمی بشریت، اینها همه مصیبت هایی است که حقیقتا بشر اگر خدایی زندگی بکنه لیاقت یک چنین شرایطی رو نداره. میخوام خدمتتون عرض بکنم که خدا به بشر اون قابلیت رو داده که حداقل از لحاظ دنیوی بتونه با تعقل در شرایطی زندگی بکنه که به شرایط انسان نزدیکتر باشه، تا خدایی نکرده به شرایط حیوانات. گاهن به خاطر ظلم و ستم و ناجوانمردی برخی از حکومت‌ها و برخی از دیکتاتورها و برخی از سردمداران، ما واقعا می‌بینیم که انسان‌ها در شرایطی زندگی می‌کنند که به حال حیوانات قبطه می‌خورند و این واقعا سخته. واقعا کسانی که در محل قدرت هستند و ده کاری از ازشون برمیاد، باید عرق شرم بر پیشانیشون بنشینه. خدا عاقبت همه ما رو به خیر بکنه. به هر حال انشالله که ما با توسل صحیح و خالصانه به خدای عزوجل و تقاضای تعجیل در فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرج الشریف، بتونیم با دعاهای خودمون اسباب تعجیل در ظهور رو فراهم بکنیم و انشالله حقیقتا اونطور که بیان هم میکنیم در عمل هم وفادار و یار و یاور آقای امام زمانمون باشیم. اجازه بفرمایید برنامه سرزمین عشق امشب رو هم از کربلای معلا از بهشت روی زمین تقدیم حضورتون بکنیم و ابتداءً بریم سراغ عرض سلام خدمت کارشناس عزیز برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی ادیب هندی که از لکنوی هندوستان با ما در ارتباط هستن از طریق اسکایپ، و بعد از اون انشالله وارد بحث امشب بشیم. حاجای ادیب سلام عرض میکنم خدمت شما و وقتتون بخیر باشه انشالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منم خدمت شما عرض ادب دارم و عرض ادب دارم خدمت تمام بینندگان عزیز از شبکه مبارک امام حسین علیه السلام، و در خدمت شما هستیم. عزیزید، خدا حفظتون بکنه. ان شاءالله همه ما در خدمت اهل بیت عصمت و طهارت باشیم و آنچه در این جلسات بیان میشه راجع به شیعیان هندوستان، هدفمون این هستش که بزرگواری و عظمت اهل بیت عصمت و طهارت رو بیشتر درک بکنیم که چگونه حتی در دل اهالی هندوستان که فاصله بسیار زیادی با شبه جزیره حجاز داشتند، محبت اهل بیت واقع شده و این افراد این گونه سینه چاک اهل بیت عصمت و طهارت شدند. اجازه بفرمایید قبل از که وارد بحث بشیم عرض سلام و ادب بکنیم خدمت آقای امام حسین آقا بر فضل عباس علیهم السلام و بعدش ان شاء الله وارد بحث بشیم. یا الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولعمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم، السلام عليك يا ابن عمير المؤمنين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس روحي وجسمي لتراب مقدمك الفداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
همونطور که خدمت شما بینندگان عزیز عرض کردم، انشاءالله هدف ما از پرداختن به شیعیان هندوستان و در حقیقت موضوع برنامه امیر قدیر و شیعیان هندوستان هست، این هستش که ببینیم چگونه اهل بیت عصمت و طهارت محبت و علاقه خودشون رو در دل شیعیان، بالاخص شیعیانی که فاصله بسیار زیاد از مرکز تشیع و مرکز ظهور اسلام دارن، قرار دادن. حقیقتا نگاه کردن به این موضوع از این زاویه به این صورت و به این دلیل حائز اهمیت هست که در عصر کنونی، در شرایطی که الان دیگه عصر رسانه هست، عصر تکنولوژی هست، عصر اینترنت و اطلاعات هست، به این راحتی دیگه کسی بدون اطلاعات پیدا نمیشه و همه به نحوی میتونن به اطلاعات مورد نیازشون دست پیدا بکنن. و چه خوبه که بینندگان عزیزی که الان شاهد این برنامه هستند، با فرا گرفتن و درس گرفتن از گذشته، با تلاشی مضاعف نسبت به شناسوندن اهل بیت عصمت و طهارت به جامعه بشریت تلاش کنند. اگر 400-500 سال پیش اهل بیت عصمت و طهارت به گونه‌ای شناخته میشن که در کشور هندوستان حکومت‌های شیعی تشکیل میشه و فرهنگ اهل بیت در بین مردم رواج پیدا میکنه، چرا الان نباید مردم جای جای دنیا با فرهنگ تشیع به راحتی آشنا بشن، الگوی شیعی مناسب و صحیح برای الگوبرداری داشته باشن و پیام اهل بیت به دستشون برسه؟ نویسندگان، دانشمندان، اندیشمندان، شعرا و ادبای بسیار زیادی الان پای برنامه هستن و صحبت‌های بنده رو گوش میدن. هدف این هستش که انشاءالله با توکل بر خدا فرهنگ غنی اهل بیت و تشیع رو در جهان بگسترانیم، که البته فراموش نکنیم این امر مقدر و میسور نخواهد بود مگر به لطف و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت، بالاخص آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. حقیقتاً و ما توفیقی الا بالله، هیچ توفیقی ما انسان‌ها به دست نخواهیم آورد مگر از طریق خدای عزوجل و خلفای خدا بر روی زمین، که اهل بیت عصمت و طهارت باشند. ولی به هر حال از تو حرکت، از خدا برکت، حرکتش رو ما بکنیم، نیتش رو بکنیم، ارادش رو بکنیم، تا انشاءالله همونطور که آقای امام رضا علیه السلام فرمودند، با شناساندن و رسوندن کلام اهل بیت به گوش مردم، دلهای اونها رو به سمت اهل بیت نزدیک بکنیم. انشاءالله توضیحات مختصری که این بنده حقیر خدمت شما بینندگان عزیز ارائه دادم، انشاءالله مورد توجه شما قرار گرفته باشه و مشخص کرده باشه که هدف ما از این برنامه چی هستش. بریم سراغ ادامه بحث، در خدمت حاجای ادیب باشیم و ببینیم در ادامه تاریخ تشیع هندوستان چه شرایطی به وجود اومد و این کشور چطور در تلاطم کش و قوس‌های بین حکومت‌ها تشیع رو در بین مردم خودش شناسوند و نهادینه کرد. حاجی ادیب در خدمتتون هستیم و استفاده می‌کنیم. انشاءالله کجای بحث رو قرار امشب ادامه بدیم و به چه صورت ما در خدمتتون هستیم و بیشتر هم استفاده می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد خدمت شما، ما در این بحث‌های گذشته در مورد خدمت حکومت‌های شیعی، خصوصاً حکومت‌ها که در سند به وجود اومد، بعد حکومت های بهمنی ها و اون سه حکومت بعد از بهمنی ها که یک شعبی از بهمنی ها بوده به عنوان حکومت های دکن هندوستان یا جنوب هندوستان، تقریبا بحثاش رو تمام کردیم. این نزدیک های 1600 خورده دیگه تمام این سه تا حکومت ها تمام شدن و حکومت شیعی تقریبا از شبگار آره حکومت بزرگ شیعی دیگه نبود. ولی با تلاش هایی که این سه تا حکومت انجام داده بودن، خیلی از وزرایشون، خیلی از کسانی که یه خورده نفوذ داشتن دیگه داخل دربار دهلی شدند، یعنی حکومت مرکزی هندوستان که دست مغول های هندوستان و دست اکبرشاه معروف و دست کسانی که شاهجهان و جهانگیر و اینا بوده، دیگه دربار اینا داخل شدند. و معروف هست که در بین 7 وزیر اکبر شاه که معروف هست از بزرگترین پادشاه هندوستان به یاد می شود که کل هندوستان تحت تسلطش بود، یعنی از
عرض شد خدمت شما، از کشمیر تا شمال، از شمال هندوستان که کشمیر باشه تا جنوب، آخر جنوب که سریلانکا غیر از دکن خورده ای، بعد از اون ور هم از نزدیک های مرز کابل تا برمه، این پادشاه به اسم اکبر حکومت میکرد بر این شبه غاره، یعنی کاملا شبه غاره تحت تسلطش بود و هفت در بین هفت وزیرش سه وزیر شیعه شده بودن، یعنی شیعه بودن که وزیر شده بودن و این سبب شد که در بعد از اکبر یه خورده تحولات و کوشش از طرف شیعیان بشه که کم 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 بتوانن یه حکومت مستقلی را تشکیل بدن. البته طول کشید، یعنی بعد از اکبر هنوز حکومت مغول ها خیلی قوی بود با زبان جهانگیر و زبان شاهجهان، تا اینکه زبان اورنگزیب دیگه شروع شد به فروپاشی مغول ها و دیگه سلاطین مغول ها اونقدر قدرت نداشتند و اون کسانی که وزیر بودند و شیعه بودند دیگه ورثتش و غنیمت شمردند و کم کم اومدن یه حکومت دیگری را تشکیل دادند که آثارش و کارهایش تا تو تاریخ جاویدان شد و این حکومت به عنوان حکومت های نوابین عوض در تاریخ مشهور و معروف است که نزدیک 9 نواب یا پادشاهان در عوض حکومت کردند، همه از تیار سادات موسوی بودند و جدشون برهان الملک اسم اصلیشون محمد امین موسوی بود، از سادات بود و از نیشابور در سال 1705 میلادی به هندوستان مهاجرت کردند و داخل دربار شدند و توانستند در سال 1722 میلادی به عنوان استاندار و نواب عوض از طرف پادشاه مرکزی هندوستان یعنی دهلی منصوب شود و بعدا همین برهان الملک توانست حکومت عوض را تشکیل بده و دیگه یک حکومت دیگه از شیعه در شمال هندوستان به وجود اومد که دیگه آثارش تا هنوز باقی است و خیلی کار کرد و انشاءالله کم کم تو این برنامه ما از این نوابین میخواییم صحبت کنیم و کارهایشون را خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنیم انشاءالله. حاجای ادیب، من یه مطلبی رو عرض کنم خدمت شما که در حقیقت یک عبارتی هست که میگه الملک عقیم و حالا این صحبت هم اتفاقا صحبت خود معاویه علیه الهاویه هست که با وجود تمامی جسارت هایی که داشت نسبت به اهل بیت ارسال و طهارت، خودش هم بر این اذعان داشت که ملک پدر و مادر نمیشناسه و اگر کسی به دنبال ملک و حکومت باشه انسانی میشه که حاضر حتی به خاطر مقام برادر خودش رو هم بکشه، مثل در حقیقت مأمون که برادرش امین رو کشت در زمان آقای امام رضا علیه السلام. من نمیخوام وارد این جنبه بشم ولی میخوام بگم که به هر حال خصلت و شرایط ملک و حکومت داری به این ترتیب هستش. ما هم در پی این نیستیم که حالا حکومت‌های شیعی هر کجای دنیا که بوده بیایم اینها رو مبرای از هر گونه اشتباه بکنیم و به عنوان یک حکومت‌هایی که همپای حکومت معصوم باشن قیاس کنیم، چون بالاخره این مطلبی است بسیار مهم، باید بهش توجه بشه که یک دفعه مثلا حالا این حکومت‌ها با حکومت آقا امیرالمومنین علیه السلام مقایسه نشه، چون بالاخره در این حکومت‌ها به دست انسان‌های بوده غیر معصوم. ولی به هر حال با این وجود از اونجایی که موالی اهل بیت بودن تا جایی که تونستن خدمت به شیعیان کردن بیشتر از حکومت‌هایی که دشمن اهل بیت بودن. من میخوام این مطلب رو خدمت شما عرض بکنم که این حکومت ها در تا چه حد خودشون رو خالصانه، حتی شما راجع به حکومت اگر اشتباه نکنم نظام شاهیان یا عادل شاهیان فرمودید که اونها بسیار اتفاقا زندگی ساده زیستی داشتن، تا چه حد واقعا از لحاظ ایدئولوژیک و از لحاظ فکری واقعا شیفته و دلباخته اهل بیت عصمت و طهارت بودن. آیا این مطلب رو میشه اشاره بفهمه تا بعد از اون بریم سراغ همین حاکمان عوض و ببینیم اینها به چه صورت حکومت کردند؟
بله، فرمایش شما کاملا درسته و فرمایش متینی هست. باید بینندگان ما از این چیز هم باید بفهمن این مطلب را که وقتی ما میگیم حاکمان شیعی، دیگه معلوم است که اینها یک کسانی بودند که آدمهای معمولی یعنی غیر معصوم بودند و به برهه زمان توانستند حکومت یه منطقی را یا یک ملکی را در دست بگیرند و معلوم هست که اینها وقتی وارد این بازار میشن و بازار و حکومت و سیاست و خصوصا سیاستی که دیگه تعریف جداگانه‌ای داره از سیاست امیرالمومنین علیه السلام و سیاست پیغمبر علیه صلی الله علیه و آله، دیگه معلومه خیلی از اون کارها انجام میدن که دیگه برای سیاست مداران لازم هست از لحاظ سیاستی که خودشون میشناسن یا سیاست امروز را گر ما میبینیم که دیگه این اصلا قابل مقایسه با سیاست امیرالمومنین و سیاست رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیست. فقط تعریف و تمجید اینها به خاطر این است که با این که تو سیاست بودن و تا کار حکومت و ملک کشایی و کشور کشایی و اینا بودن، ولی بالاخره با عنوان موالی امیر المومنین علیه السلام هم یک کارهایی انجام دادند و به عنوان حاکم های زمان خودشون برای مردمشون، برای رعایایشون، برای کسانی که تحت تسلطشون بودن هم یک کارهای خیری انجام دادند و بالاخره این چیزا بود که موندگار شد. و یه چیز دیگه هم هست که من برداشت حقیر فقیر این است که ما اگر آثار حکومت های بهمنی ها یا حکومت های نظام شاهی ها یا حکومت های عرض و خدمت قطب شاهان رو ببینیم، غیر از اون چیزهایی که به اسم اهل بیت اونها درست کردن چیزی از اونها باقی نمونده، یعنی فقط آشورخانه ها و حسینی ها که اینها بونده بودن یا قبر زشکشون هست که قبر خیلی از حاکم ها و غیر حاکم ها هنوز هست و برای عبرت هست، ولی آثار قلعهشون دیگه تمام شد و به عنوان آثار باستانی یک جاهایی هست فرد و میرن و میبینن، ولی اون چیزی که نشاط آور هست، اون چیزی که هنوز به زنده باب جا هست و زنده هست و نامشون به خاطر اون زنده هست، همون حسینی ها و تکیه ها و مراسم ها هستن که برای اهل بیت اینها انجام دادن. در حقیقت تعریف از بخوام تعریف همون عبارتی که میگه ما کان لله ینمو، آنچه که برای خدا باشد میباشد میماند و رشد پیدا میکند. بله بله درسته فرمایش شما همینه، یعنی اصل واقعیت همینه. الان با این حرف شما یک خاطره به ذهنم اومد از ما یک روز مشرف بودیم محضر حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در قم در بیت شریفشون و یک کسی اومده بود در مورد وجوهات شریف داشت حرف میزد، سوال جواب میکرد، منم بنده اونجا نشسته بودم. اون فرد داشت تعریف میکرد که آقا اینقدر خرج شد و این در عیال خرج شد و در فلان چیز خرج شد و این در راه امام حسین خرج کردم و این در حسینی خرج کردم و این در مثلا کارهای مجلس و اینا خرج کردم، این باقی مونده، یعنی این پول باقی مونده هست. آقای مرجع عالی خود فرموده نه، این باقی نمونده، اون که خرج کردید اون باقی مونده در واقع، چون اون در راه اهل بیت خرج کردید اون باقی هست، این چیزی که شما فکر میکنید باقی هست و میخواید ازش حساب کنید دیگه این فنا میشه چون این خرج نشده. یعنی ما فکر میکنیم که این باقی هست، در واقع اون چیزی که خرج شده در راه اهل بیت اون در واقع باقی هست و بقیه در دنیا فنا خواهد شد. همینطور این پادشاهان دیگه تمام ملکشون و تمام نامشون و تمام سکه ها که بهشون زده شد و به اسم اینها حق شد و همه تمام شد، یا الان تو موزه ها هست که مردم ببینن و عبرت بگیرن. فقط چی مون؟ کارهایی که انجام دادن برای اهل بیت، آشورخانه ها، حسینی ها، یا اون قبرستانی که به خاک کربلا درست کردن، یا کوههایی که به اسم امام علی درست کردن، فقط اون مونده که به خاطر اونها نام اینها مونده و الا خیلی از پادشاهان اومدن و رفتن هیچ کس اسمشون رو هم نمیدونه، یعنی حتی تو هندوستان هم شاید اسم خیلی از پادشاه ها را کسی نمیدونه، نمیشناسه، با این که توی روزگاری در هندوستان حکومت میکردن به خاطر این که کاری نه انجام دادن که به خاطر اون کار بیان زنده باشن و مردم ازشون یاد کنن و تمجید کنن. بسیار عالی و واقعا این نکته بسیار مهمی هست که باید بهش توجه بکنن حاکمانی که همکنون در جای جای این کره زمین به اسم اسلام، به اسم تشیع دارن حکومت میکنن و سعی بکنن رفتارشون و کردارشون و سیاستشون رو
سیاست علوی، رفتار علوی و کردار علوی حقیقی در حقیقت داشته باشن و برای اهل بیت واقعا کار بکنن، نه به خاطر مصالح و مصلحت‌های دنیوی بیان و رفتارهایی رو از خودشون به جا بذارن که خدای نکرده فردا پس فردا به ضرر خودشون تمام بشه. بسیار عالی. خب ما در خدمتتون هستیم. ببخشید من حالا یه مقدار هم راجع به این قضیه صحبت کردیم، بالاخره از این بابت که اهمیت موضوع و بحث مشخص بشه بیشتر شاید خالی از لطف نبود بیان بشه. در خدمتتون هستیم برای اینکه راجع به این تاریخ حاکمان اود اگر اشتباه نکنم هم مقداری برای ما بیان بفرمایید که اینها چگونه پادشاهانی بودن. بله، تاریخ عبد همونجور که عرض کردم اولین کسی که اومد و عبد را، یعنی میشه گفت که ایشون مؤسس حکومت عبد بودن و توانست خودش رو یه خورده مستقل تر کنه از حکومت مرکزی دهلی، برهان الملک لقبش بود، میر محمد امین موسوی از سادات موسوی نیشابور بود که این حکومت را تأسیس کرد و فیض‌آباد که یک شهری است نزدیک لکنو، نزدیک 100 کیلومتر از لکنو فاصله داره، به عنوان پایتخت این حکومت را شروع کرد. ولی بالاخره نواب بود، یعنی نائب اون پادشاه بود که تو دهلی هست. لذا 5 تا پادشاه اول اود را به عنوان نواب اود میگفتند و بعد از اون دیگه توانستند مستقل بشن و خود را پادشاه اود میگفتند. لذا 5 تا ما نواب داریم، بقیه را ما پادشاه اود می نامیم. برهان الملک امیر محمد امین موسوی یک تو تاریخ موندگار شد به خاطر کاری که در جنگ علیه، تو خیلی جالب هست، این همون زمان بود که نادرشاه افشار به هندوستان حمله کرد و عرض شد خدمت شما که توانست تا حدودهای دهلی و نزدیکهای دهلی را فتح کنه و میر محمد امین با عنوان این که صوبه‌دار یا مثلا یعنی اتو ارتش و جرنال ارتش خود دهلی بود علیهش قیام کرد، یعنی از ملک خودش دفاع کرد. وقتی دستگیر شد و پیش نادرشاه برده شد و ازش سوال شد که با این که تو شیعه بودی چرا اومدی علیه من شمشیر کشیدی، گفت که من برای این که من با قسم خوردم که از ملک خودم دفاع کنم برای هر تهاجمی که از خارج از ملک باشه. و این سبب شد که نادرشاه خود خوشش بیاد و دیگه منصرف شد که بر دهلی حمله کنه و قرار شد که این سعادت خان که همون میر محمد امین موسوی باشه بین دربار دهلی و بین پادشاه ایران به عنوان مصالح کار کنه و دیگه بدون جنگ تمام بشه. ولی سعیش خیلی کامیاب نشد و پادشاه دهلی یه خورده نیرنگ زد و حرفهایش رو وفا نکرد که دیگه منجب شد که نادرشاه به دهلی حمله کنه و کشت و کشتار بشه. ولی بعض هم به خاطر این که برهان الملک میر محمد امین توانسته بود اون را وادار کنه که دیگه برگرده به ایران، لذا نادرشاه برگشت و این را تقریبا به خاطر این حمله خیلی شیعیان در دهلی و اطراف دهلی تثبیت شدند و دیگه شیعیان نفوذ کردند تو دربار دهلی و بعداً با تضعیف شدن دولت مرکزی امیر محمد امین توانست اود را جدا کنه از مرکزیتش و به عنوان نواب اول سلسله نوابین اود این حکومت را بنا نهاید. و یعنی بعد از فوت میر محمد امین دیگه خودشون پسر نداشت، لذا دامادش که مقیم خان لقب صفدرجنگ در پیشش بود اون نواب شد و اون دو تا کار خیلی بزرگ انجام داده که هنوز باقی مونده و همون سبب شده که هنوز اسم صفدرجنگ تو تاریخ مونده هست. این دو تا کار کرد، یکی این که لکنو و فیض‌آباد رو تثبیت کرد، خیلی کارهای فرهنگی انجام داد و یک چون به عنوان صوبه‌دار لکنو بوده و عود بوده پول زیادی در دستش بوده و دهلی هم در دستش بوده به خاطر اینکه تو دربار دهلی بود، یه منطقه وسیع را به عنوان موقوفه برای امام حسین وقف کرد تو دهلی که هنوز هست. عجب. و منطقه را هنوز به اسم صفدرجنگ نامیده می شود، هم مزارش اونجا هست، یعنی قبرش اونجا هست، مقبره صفدرجنگ معروفه. قبلا فرودگاه دهلی هم فرودگاه صفدرجنگ بود، یعنی فرودگاه کوچیک بود، بعدا دیگه فرودگاه بزرگ که ساخته شد دیگه این فرودگاه تمام شده، ولی هنوز هست، آثارش هنوز هست و کارهای دیگه از اون فرودگاه انجام میشه. یک بنیاد
درست کرد برای ساختن یک بیمارستان که هنوز هست، بیمارستان صفدرجنگ بهش میگن، و یک درگاه ساخت به اسم درگاه شاه مردان که منصوب بود به امیرالمؤمنین علیه السلام، که هنوز در دهلی، در وسط دهلی. یعنی شما تصور کنید دهلی با اون پایتخت بودن این کشور بزرگ هندوستان، در وسط دهلی، در منطقه ویژه دهلی، تقریبا این املاک نزدیک 3 الی 4 کیلومتر مربع است که این وقف امام حسین علیه السلام هست و هنوز این درگاه موجود هست و هر ساله در اینجا مراسم عزا انجام میشه. و حتما به خاطر این کاری بود که این 9 سال حکومتش که 9 سال تقریبا تمام شد، با اینکه 9 سال کار کرد به عنوان حاکم، ولی اسمش هنوز زنده هست و تاریخ دهلی و تاریخ هندوستان به عنوان کسی که برای امام حسین و امیرالمومنین این کار رو انجام داد، که هنوز ثوابش حتما بهش میرسه و اسمش هنوز زنده هست. بسیار عالی. حاجی ادیب، شما این مطالب که بیان میفرمایید، حقیقتا آدم به این نتیجه میرسه که فرهنگ تشیع باید تا به الان بسیار در بین مردم هندوستان، حتی غیر شیعیان، یک فرهنگ پرنفوذ و در هم تنیده ای باشه با فرهنگ هندوستان، به این معنا که حتی کسانی که شیعه نیستن حداقل شیعیان رو باید خوب بشناسن. آیا این شرایط الان در هندوستان حاکم هست یا نه؟ شیعیان به خاطر امام حسین تو هندوستان شناخته میشن، یعنی به دو تا اسم، یعنی امام علی با. یعنی کسانی که هیچ کسی را نشناسه، یعنی اسلام را ندونه و مسلمان ها را اونجوری نفهمه، ولی به دو چیز شیعیان را از بقیه مسلمان ها جدا میکنه و خیلی جالب هست، یعنی به اسم امام علی و اسم امام حسین. یعنی وقتی یه هندو میاد برخورد میکنه با یه مسلمان، فوری میپرسه که شما از کدوم تیره مسلمان ها هستی، اون کسانی که غم امام حسین رو برپا میکنن یا غیر اونها. عجب. که معمولا یک برخورد ویژه‌ای دارن به کسانی که غم امام حسین رو برپا میکنن و یک احترام و ادب خاصی عموم مردم رو عرض می کنم دیگه، کار به سیاست مداران رو فعلا نداریم. بله. خود عموم مردم با شیعیان یه برخورد خیلی جداگانه دارن در مقابل بقیه مسلمانان، یعنی با این که چون امام حسین و کردار امام حسین مورد پسند اونا بود و کسانی که منصوب میکنن خودشون رو به عنوان شیعه امام حسین و برگزار میکنن عزاداری سید الشهدا علیه السلام، یه احترام ویژه‌ای دارند و همین سبب شد که بعداً، یعنی تو این همین حکومت که داریم توش حرف میزنیم، خیلی از هندوها اومدن در لکنو و اطراف لکنو، خیلی از بناها به اسم امام حسین و دیگر امامان را ساختن، یعنی اصلا پولش رو دادن یا اومدن معماریش کردند و به عنوان هدیه به اقوام شیعه یا به عنوان هدیه به پادشاه دادن، که هم ابراز علاقه خودشون رو با امام حسین و ائمه علیه السلام کرده باشن و هم اینکه نفوذ شیعیان و حکومت نفوذ حاکمان شیعه و نفوذ فرهنگ تشیع در بین غیر مسلمانان را هم این به خوبی نشون میده. بسیار عالی. آقای ادیب، دوستان من در اتاق فرمان یک سری تصاویر هم آماده کردن، البته خیلی هاش رو با هماهنگی خود حضرت عالی. راجع به اون تصاویری که به دست دوستان من در اتاق فرمان رسیده، یک مقدار اگر مطالبی هست در حقیقت فرصت مناسب هست بیان بفرمایید که دوستان این تصاویر رو هم برای بینندگان به نمایش بگذارند، که در حقیقت بینندگان با نگاه به این تصاویر اون مباحثی که بیان می‌فرمایید براشون ملموس‌تر باشه. بله بله، در خدمت هستیم. این تصویری که الان بینندگان عزیز ملاحظه میکنن، این خیلی جالب هست. این همون چیزی هست که داشتم در موردش صحبت میکردم. این شبیه، اگر شما دقیق نگاه کنید، شبیه دو گنبد هست، که دو گنبد کاظمین، خیلی شباهت داره به کاظمین عراق. و این جالب هست که یک فرد به اسم جگنات اگروال که یک وزیر هندو بود در دولت اود، و برای این که تمجید کند از پادشاه، این شبیه روزه کاظمین شریفین را در لکنو بنا نهاد و هنوز به خاطر همین منطقه هم، یعنی به خاطر این شبیه کاظمین، این منطقه هم اتفاقا کاظمین نامیده میشه. عجب. یعنی اگر شما تو نقشه لکنو سرچ کنید، کاظمین یه منطقه را نشون میده، یه بخش شهر کاظمین هست. بسیار زیبا.
اگر تصاویر دیگه رو هم دوستان نشون بدن، اینها از در حقیقت آثار بجا مانده از دوران حکومت سلسله عود هست اگر اشتباه نکنم. بله بسیار عالی. این تصویری که الان هم بینندگان عزیز ملاحظه میکنن رو، حتما اگر هم بخونن نوشته روی شبیه روزه نجف اشرف، این رو پادشاه غازی الدین حیدر به عنوان شبیه مرقد مبارک امام علی علیه السلام در لکنو ساخت و این منطقه را الان هم هست، بنده هم رفتم زیارتش، یعنی معمولا ما میریم برای زیارت و عرض ادب اینجا و برای زیارت امیرالمومنین، لذا این را شاه نجف میگن یا نجف اشرف که در منطقه خیلی وسیع واقع هست و مردم 13 رجب و 21 رمضان برای زیارت امیرالمومنین و برای عرض ادب به این منطقه میروند و عرض ادب میکنند. جالب در حقیقت این مکان ها چقدر معماریشون از یک جنبه رنگ و بوی هندی داره و از یک طرف هم چون منصوب به اهل بیت اسلام و طهارت هست. بله این را پادشاه غازی الدین حیدر که اولین پادشاه بود، یعنی از لحاظ نواب پنجم نواب بود، از لحاظ پادشاهی اولین پادشاه بود، این را ساخته و خبشبیه نجف اشرف نامیده شد. بسیار عالی بسیار عالی. این را الان که دوستان نشان میدارن ملاحظه میکنن، این کربلا شبیه کربلا، این در مرکزیش هست، در ورودیش هست و به عنوان کربلا دیانت الدوله بهادر نامیده میشه که این دیانت الدوله بهادر یکی از وزراهای پادشاهان عود بود و به عنوان این که پادشاه واجد علی شاه بر فراز مثلا تخت نشست، به عنوان هدیه به پادشاه، به عنوان اینکه پادشاه شده، این محمد حسین علی خان که وزیر بود در عود، این کربلا دیانت الدوله شبیه مرقد امام حسین علیه السلام را ساخت که این در ورودیش هست که وقتی داخلش میشیم ما نمای حرم امام حسین علیه السلام، البته شبیهش را میبینیم و این نشون میده که چطور برای فقط برای این که هدیه بدن به پادشاه یا به عنوان این که بیان پادشاهیش و مبارک باد بهش بیدن، بیان این چیزها را میسازن به جای اینکه مثلا معمولا طلا میدن، جواهرات میدن، سکه میدن، این چیزها را میسازن و هنوز هم این چیزا مونده. پادشاهی تمام شد، پادشاه مرد، دفن شد، ولی اینها مونده و هنوز اینجا مابای مردم عامه هست. واقعا نکته بسیار بسیار قشنگ و زیبایی هستش که الان بعد از گذشت سالیان سال، نزدیک 300 سال، 270-80 سال از این حکومت، حالا بیشتر یا کمتر، تنها چیزی که به جا مونده آن چیزی است که منتسب به اهل بیت عصمت و طهارته. خب این خیلی قشنگه، خیلی زیباست و اینکه تا الان هم به این خوبی از اونها محافظت شده نشون دهنده اینه که محبت مردم هندوستان، حداقل اون کسانی که بالاخره متولی امر هستن، به اهل بیت عصمت و طهارت هنوز وجود داره و هنوز دلهاشون برای اهل بیت عصمت و طهارت میتپه. این نکته بسیار مهم و زیبایی هست. اگر بازم تصویر دیگه هست دوستانم در اتاق فرمان. بله این همون وقتی داخل این صحن میشیم که درش رو دیده بودیم، این دیگه نمای حرم، شبیه حرم امام حسین رو دیگه ما میبینیم با گنبد و دوتا میناره و رواق و این همون کربلا دیانت الدوله و تمام گنبدش و عبادش رو ما الان میتونیم میبینیم که هنوز آثارش هست و خیلی قشنگ هست. این تصویرهای جدید هست که داریم نشون میدیم و هر ساله مراسم عزا اینجا برگزار هست. چهار پنجشنبه ها معمولا مردم برای این که پنجشنبه روز مخصوص زیارت امام حسین هست، خیلی مرد و زن میرن اینجا برای زیارت، به این یاد که اگر کربلا نمیتونیم بریم، اینجا حداقل میتونیم بریم و زیارت امام حسین رو بخونیم و خودمون یه خورده دلمون را کربلایی کنیم. یعنی الان خیلی جالب هست که ما شبیه کربلا را نشون میدیم رو صفحه از شبکه مبارک امام حسین از استودیو بین الحرمین. این خودش یه چیز جالب هست و مردم میتونن هر دو را ببینن و یه خورده ازش
لذت ببرند که چه کارهای خشنگی، چه فکرهای خوبی اینا داشتن و توانستن این آثار رو بنا کنن و برای مردم به جا بدانن. حاجا یعنی در غیر از روزهای حال شب جمعه یا مناسبت ها اینا در این مکان مردم وارد میشن و مثلا مثل مسجد نماز میخونن، عبادت میکنن یا اینکه نه چه حالتی داره کار کرده این؟ برای تقریبا مثلا این تقریبا این بازه، از اذان صبح تا نصف شب تقریبا بازه، همه روزه هم بازه و مردم برای نماز خوندن یا مثلا زیارت کردن همه روزه هم میرن. یعنی اهالی منطقه خیلی ها مثلا برای نماز جماعت هم اینجا برگزار هست. البته نماز جماعت بغلش یه مسجد هست که داخل همین صحن یه مسجد هست، نماز جماعت اونجا هست. ولی مثلا بعد از نماز میان برای زیارت، تقریبا هر روز مردم میرن اونجا و شب جمعه بیشتر به خاطر اینکه همین شب جمعه مخصوص هست و در ماه محرم و ماه مثلا عزا که مردم بیشتر میرن، ولی در طول سال همین باز هست و مردم رفت و آمدی دیارن اونجا. بسیار عالی. که اگر که الان این تصویر که میبینید داخل این همین روضه هست که داخل حرم میشه گفت، بله. یک ذریع شش گوشه را اونجا ساختن و مردم به یاد ذریع شش گوشه میفتن و میرن و زیارت میکنن و عرض ادب میکنن خدمت سید الشهدا علیه السلام و خودشون را خیلی نزدیک میکنن. همینجا که میرن دیگه تمام چیزها را تقریبا با یه خورده کوچک بودنه، یعنی فقط چون شبیه هست، هم شش گوشه هست، هم یک طرف مزار حبیب ابن مظاهر یک بخورده نشون دادن، هم مثلا گنج شهدا را نشون دادن، که دیگه آدم اونجا که بره دیگه ذهنش میاد یک تصویری از کربلا تو ذهنش حک میشه که کربلا واقعی اینجوری بوده. حاجی علی، حالا من از لحاظ شرعی بخوام از شما بپرسم، بنای یک چنین بنایی و در حقیقت ساختن یک چنین بنایی از لحاظ شرعی یعنی مشکلی نداره، درست هست، مشروط بر اینکه مردم در حقیقت بدونن اینجا محل دفن آقای امام حسین نیست و فقط برای تبرک جز این، چجوری هست بحث شرعیش؟ بله، ما تقریبا علماء قدیم همین رو اجازه دادن، خود علماء هم رفتن. با جالب اینجا هست که با تمام این چیزا وقتی یک دفعه ما خدمت مرجع عالی حضرت آیت الله عظما سید صادق حسین شیرازی بودیم، آقا یک حرفی زدن خیلی جالب و بعدا الحمدلله اون حقیقی شد و اون حرف این بود که آقا گفتن که شما تو لکنو همه شبیه را دارید، شبیه بقیه ندارید، بقیه ویران شده و شبیه اون قبل از تخریبش رو اگر بتونید درست کنی که هم یاد بود میشه، هم مردم کم کم سعی میکنن و میان روش که بیان درست کنن اصل بقی را. و الحمدلله به فرمایششون و اینها یک نفر را توانستیم که اومد جلو و این شبیه بقی که اگر انشاءالله برنامه تو برنامه بعدی اگر شد ما عکسش رو براتون ارسال میکنیم که ببینید شبیه بخی دوری. مردم میدونن که اینجا امام حسین دفن نیست، ولی تو روایات داریم هر جا که ذکر امام حسین بشه اونجا در واقع در حکم همون ارشاد خدمت شما همون که منصوب به امام حسین بشه دیگه خودش قدسیت پیدا میکنه و احکام همین مساجد رو داره و احکام این چیزها را داره، لذا مردم میدونن که اینجا اصل نیست. ولی به عنوان این که یه جای منصوب به امام حسین شده مثل حسینی ها، مثل تکیه ها، اینجا را مقدس میشمارن و عرض ادب میکنن و علما هم ازش تاکید کردن و خیلی از علما رفتن و حتی زیارت کردن از ایران و عراق و خیلی پسندیدن این کار را که آدم را بالاخره به کربلا نزدیک میکنه. بله، بسیار عالی، بسیار عالی. خب نمیدونم آیا تصاویر دیگه هست که ما تقریبا 10 دقیقه، بله ما 10 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم و انشالله که بینندگان استفاده کرده باشن. حاجی عدی، ما در خدمت هستیم، در این 10 دقیقه باقی مانده، کمتر از 10 دقیقه، 9 دقیقه تا پایان برنامه باقی مانده، در خدمتون هستیم. باز هم راجع به این سلسله و حکمان اون و حالا شرایط سیاسی و حکمرانی اونها اگر مطالبی هست بیان بفرمایید تا انشالله استفاده کنیم. بله، با دو تا افراد گفتیم از این سلسله و که همون اول سعادت علی خان بود و دومی صفدر جنگ، سومینش جلال الدین شجاع الدوله حیدر هست که این با عنوان این که پسر صفدر جنگ بود و بعد از فوت صفدر جنگ نواب اول شد،
این کسی بود که در مقابل انگلیسی ها استاد و توانست تا یه حدی اونها را شکست بده، ولی با این که نواب بنگال نتوانست انگلیسی ها را نگه داره و نتونست اون موقع که باید به وارد عمل میشد عمل کنه، دیگه ارتش شجاع الدوله شکست میخوره و دیگه مجبور میشه که یه خورده عقب نشینی کنه و انگلیسی ها دیگه وارد سرزمین اود هندوستان میشوند که قبلا فقط تو کلکته و اینها بودن، و این سبب میشه که بالاخره دهلی، هم دهلی از موقعیتش از دست بده، ولی انگلیسی ها یه کاری کردن و دیدن که فعلا مناسب نیست که بیان کل عوض رو تصرف کنن، و هنوز عوض مقاومتش رو داشت، لذا توانستن با تمام حیله هایی که بلد بودن شجاع الدوله را نگه دارن و همونطور شجاع الدوله را وسط خودشون را دهلی قرار بدن که دیگه جنگ نشه، و هم اینا تو کلکته حکومت میکردن، دهلی هم در جای خودش قیام بود، و شجاع الدوله حیدر دیگه وسط انگلیس و دهلی یه مرکزیت خودش یا حکومت خودش رو نگه می داشت. و شجاع الدوله خیلی از اون افرادی بود که علاقه شدیدی به کربلا داشت، لذا خیلی از کسانی که در زمان حکومتش رفتن کربلا، همون شجاع الدوله بهادر بود در و هم زنش و هم مادرش رو فرستاد برای زیارت به کربلا معلای عراق، و همه اینها بودند که اومدن و نقشه برداری کردن، یعنی با خودشون کسایی رو آورده بودند به عراق که بیان هر روزه که ما میریم، هر جایی که ما میریم نقشه‌ش رو چیز کنن، نقشه برداری کنن که وقتی ما برگشتیم دیگه میتونیم مثلا شبیه کربلا و شبیه نجف و شبیه کاظمین و اینا را بنا کنیم. این کسانی موجب شدند که بیان و این چیزها را درست کنم، که هنوز آثارش تو کربلا هم هست اتفاقا، یعنی شما الان در استودیو بین الحرمین هستید، اگر شما برید به خیابان صدره امام حسین، یعنی همون در باب الصدره که هست مال امام حسین، و میخوای از اون شاره برید طرف مقام صاحب الزمان تو کربلا معلا، شما 100 متر از حرم که دور میشی، روبتون اگر طرف که حرم باشه، طرف دست راستتون یه حسینیه میبینی نوشته حسینیه تاجدار بهو. بله، این حسینیه مال ملکه هندوستان از همین تیره عود بوده که اونجا رفته بود و این املاک را خریده و وقف به عنوان حسینیه کرده که هنوز هست. بله، هنوز اونجا مراسم برپا میشه و مردم میرن و کارهای مذهبیشون و مراسم اعضایشون رو برگزار میکنن، و که خیلی املاک داشت که ما خبردار شدیم که در زمان صدام ملعون خیلی از املاکش رو گرفتن و مصادره شد، ولی هنوز خود حسینی باقی مونده و نزدیک 100 متر از خود حرم اصلی دور هست. بله، و این نشون میده علاقه این شاهان عوض و بیگمه های عوض و ملکه های عوض که میخواستن هم تو عراق کار کنن و هم شبیهش تو هندوستان بسازن. بسیار عالی، بسیار عالی. آقای ادیب، ما تقریبا 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من عذر میخوام، حالا وقتمون داره به سرعت میگذره، و فکر میکنم خیلی از مباحثی که برای امشب آماده کرده بودید فکر کنم میمونه و ادامهش رو ما مجبور میشیم فردا در خدمتتون باشیم. در این 3 دقیقه 4 دقیقه پایانی هم اگر مطلبی باز هم به ذهنتون میرسه بیان بفرمایید، تا ان شاءالله استفاده بکنیم و ادامه بحث رو به فردا موکول کنیم. بله انشاءالله. بله، این کارهایی که عود انجام داده خیلی مفصل هست، طولانی هست، و حیفه که مردم ندونن، یعنی یک لطمه که به این پادشاهان عود، سلسله عود شده، این از طرف انگلیسی ها و تاریخ دان ها شده که الان موقعی هست که باید این گفته بشه. یعنی انگلیسی ها به عنوان این که اینا یک حاکم های قوی بودن و نفوذ انگلیس را در هندوستان را میتونستن بگیرن، لذا خودشون اینا اومده اینا را خراب کردن، تاریخشون را خراب کردن، خیلی علیهشون حرف زدن و الان تاریخی عجیب و غریب از اینا نوشتن که اگر ما واقعیت نوابهایی را ببینیم و تاریخ انگلیسی ها را بخونیم اصلا با هم نمیخونه. و از اون طرف هم چون اینا شیعه بودن، تاریخ نویسان غیر شیعی هم در حق اینا وفاداری نکردند و خیلی از مطالب رای پراکنده در موردشون نوشتن، ولی کارهایشون مونده و همین کارها سبب میشه که ما بیاییم از اینا تا حد اقل این که حاکم های
خوبی در مقابل حاکم های دیگه بودند و در برای فلاح مردم کار کردند و یه کارهایی کردند که تشیع رایج بشه در هندوستان که اثرش تا هنوز ما میبینیم، که حتی سبب شد که حوزه های علمیه ایران و عراق، خصوصا عراق، اوج بگیره. علما شاهد هستند که وجوهات خیلی زیاد از حکومت های عوض میرفت اونجا برای ساختن مدارس و برای ساختن کارهای دیگه خیریه در عراق و در نجف و اطراف اونها، و همینطور در هندوستان خیلی برای تشیع و برای براسم عزاداری کام کار کردن، خصوصا دوره بعد از شجاع الدوله که دیگه دوره آصف الدوله و اینها میرسه، که انشالله ما فردا روش کار میکنیم و بیان میکنیم که دیگه تجوری اینا تشیع رو کار کردن، چه کارهای اینا انجام دادن که دیگه تو هندوها هم تو غیر مسلمان ها هم دیگه مراسم عزا رایج شد و هنوز آثارش تو هندوستان و خصوصا تو لکنه و عبد دیده می شود و هنوز پابرجا هست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی و تشکر میکنم از اینکه مطالب ارزنده رو بیان فرمودید. تصاویر بسیار زیبایی رو هم برای دوستان ما ارسال فرموده بودید از همین مناطقی که به دست این پادشاهان ساخته بود تا ذکر و نام و یادی از اماکن مقدسه و مشرفه در عراق در کشور هندوستان هم به دید عموم گذاشته بشه. انشالله که ادامه این بحث رو ما فردا شب باز هم در خدمت شما خواهیم بود، بیشتر آشنا میشیم با اون چه تشیع در تاریخ خودش، در تاریخ گذشته، یکی دو سه قرن گذشته در هندوستان شاهد بوده، و انشاءالله در ادامه بحث هم میرسیم به لطف اهل بیت اصل و طهارت و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. اگر از فهم من از شما خداحافظی بکنم و انشاءالله وعده ما باشه فردا شب مجددا در خدمت شما باشیم. انشاءالله خدا نگه دهار شما باشه. یا علی. خب بینندگان عزیز و ارجمند، از شما سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون، سوالاتون رو حتما حتما برای ما ارسال بکنید. هر کجا هستید موفق و پیروز و سربلند باشید. التماس دعا و یا حسین. ای حسین جان، از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان،